همراهان صفحه 333 سلام. امیدواریم که حالتون خوب باشه. امروز می‌خوایم یک تحلیل تکنیکال و غیر تکنیکال از رمزارز اتریوم داشته باشیم و احتمال رسیدن قیمت اتر به زیر 1800 دلار رو بررسی کنیم. با ما توی این ویدیو همراه باشین چون قراره همه چیز رو در این مورد توضیح بدیم. قیمت اتریوم امروز هم فاصله زیادی تا سقف ماهانه خودش نداشت. توی یک ماه اخیر بیشترین قیمت اتریوم 2008 دلار بوده و قیمت امروز این رمزارز هم حدود 1990 دلار بود. این رقم افتی 0.7% نسبت به دیروز رو نشون میده، چون دیروز هر واحد از این آلت کوین 2004 دلار ارزش داشت. توی 24 ساعت گذشته بیشترین قیمت اتریوم 2002 دلار به ثبت رسیده و کف قیمتش هم 1960 دلار بوده. در مقایسه با هفته قبل بازدهی اتریوم 18% سود داشته، چون هفته گذشته هر واحد اتریوم 1683 دلار معامله میشد. و در آخر گفتنیه که امروز اتریوم نزدیک به 58% با سقف تاریخی خودش، یعنی عدد 4851 دلار، فاصله داشت. در حال حاضر چند معیار کلیدی وجود داره که نشون میده حمایت 1800 دلاری اتر قدرت زیادی نداره. داده ها نشونگر اینه که احساسات تریدرهای آپشن اتر نسبت به قبل مثبت‌تر شده. اما از طرفی چون کارمزد گس و سپرده های قرارداد هوشمند اتریوم کمتر شده، تریدرها نسبت به افزایش قیمت شک دارن. قیمت اتر از 3 می تا الان 60% بیشتر شده و توی این بازه زمانی 32% بهتر از بیت کوین عمل کرده. با این وجود شواهد نشون میده که حمایت 1800 دلاری اتر در حال حاضر قدرت لازم رو نداره، چون میزان فعالیت توی شبکه و سپرده های قرارداد هوشمند کمتر شده. حرکت صعودی اخیر اتریوم بیشتر به خاطر افزایش اطمینان از راه اندازی آپدیت مرج هست که قرار اتریوم رو به مدل اجماع اثبات سهام منتقل کنه. توی کنفرانس اخیر توسعه دهنده‌های اتریوم، یکی از برنامه نویسان این تیم به اسم بیکو اعلام کرد که آپدیت مرج احتمالاً 19 سپتامبر راه اندازی میشه. علاوه بر اون، تحلیلگران انتظار دارند که عرضه اتر بعد از تغییر سیاست پولی این شبکه تا 90% کمتر شه. قبل از ادامه ازتون میخوایم که حتماً به کانال ما سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنین تا از آپلود ویدیوهای بعدیمون با خبر شین. ادامه این ویدیو رو از دست ندین، چون حالا میخوایم در مورد ارزش کل قفل شده توی اتریوم صحبت کنیم و در انتهای ویدیو یک تحلیل تکنیکال از احتمال رسیدن اتر به سطح 1800 دلاری داشته باشیم. ارزش کل قفل شده توی اتریوم بعد از سقوط اکوسیستم ترا شدیداً بیشتر شده. بعد از این حادثه، سرمایه گذاران سپرده های خودشون توی دیفای رو به لطف امنیت زیاد اتریوم و اپلیکیشن های قوی اون به شبکه اتریوم انتقال دادند. بر اساس داده های دیفای لاما، در حال حاضر شبکه اتریوم 59% از سهم بازار TVL رو داره که نسبت به سوم ماه می 8% بیشتر شده. با این وجود سپرده های 40 میلیارد دلاری فعلی اتریوم توی قراردادهای هوشمند در مقایسه با 100 میلیارد دلار دسامبر 2021 خیلی ناچیز به نظر میاد. به خاطر کارمزد پایین گس که حالا به طور متوسط 90 سنت، تقاضا برای استفاده از اپلیکیشن های غیر متمرکز روی اتریوم کمتر شده. این عدد نسبت به کارمزد متوسط 7.5 دلاری توی 3 می خیلی پایین تره. نکته آخر این که حجم معاملات مارجین اتر توی دوم ژوئیه به 500 هزار ETH رسید که بالاترین سطح از نوامبر 2021 به حساب میاد. با این وجود داده ها نشون میده که معامله گران حرفه‌ای بعد از افزایش قیمت اتریوم ریسک خودشون روی صعود قیمت رو خیلی کم کردن. اما بریم سراغ تحلیل تکنیکال در مورد احتمال پایین اومدن اتر تا سطح 1800 دلاری. آیا این امکان وجود داره؟ توی چند روز گذشته اتر توی محدوده الگوی گوشه صعودی خودش در حال نوسان بود. قیمت فعلی اتر بعد از برخورد با خط روند صعودی و حمایت توسط الگوی گوشه میتونه از این محدوده بیشتر شه.
و تا سطح 2200 دلاری توی سقف الگو بالا بره. طبق این سناریو میشه به رشد 10 تا 15 درصدی اتریوم امیدوار بود. همچنین اگر الگو و خط روند صعودی بشکنه، احتمالاً قیمت تا محدوده 1800 دلاری پایین بیاد و دوباره توی اون محدوده حمایت بشه. با این وجود به نظر میاد که به خاطر اخبار آپدیت مرج توی چند روز آینده بیشتر شاهد حرکات صعودی باشیم تا نزولی. امیدواریم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشین و اگر اینطور بوده برای حمایت از ما ویدیو رو لایک و حتما اون رو به دوستان علاقه‌مندتون هم معرفی کنین. و حالا بگین شما قیمت اتر بعد از برخورد احتمالی با سطح 2200 دلار رو چطور پیش بینی می‌کنین؟ لطفاً نظراتتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارین. راستی اگر هنوز عضو کانالمون نشدین، حتماً به کانال ما سابسکرایب و برای اطلاع از آپلود ویدیوهای جدید ما زنگوله رو هم روشن کنین. وقتتون بخیر و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.